کاری از سلیم صالحی. نحوی و کشتیبان. امروز میخوایم داستان ادیب بداخلاق و مغروری رو برای شما تعریف کنیم که به جز علم خودش هیچ چیزی رو قبول نداشت. اینجا هم کلاس درس ادیب مغروره و شاگردان همه سر کلاس به حرفای او گوش میدن. ادیب میگفت: آنان که از ادبیات و صرف و نحو هیچ نمی‌دانند باید خاموش باشند تا من ادیب الادبا سخن بگویم و ادبیات را به آنها بیاموزم. او غافل از این بود که همه زیبایی‌ها در علم ناچیز و دنیای او خلاصه نمی‌شود. در یکی از روزهای زیبای خدا، تقدیر سرنوشت او را تغییر داد. او طبق عادت همیشه مشغول تنبیه یکی از شاگردان بود. استاد در کمال ناباوری از شاگرد می‌خواست هر دو پا را بالا بگیرد و این باعث خنده دیگر شاگردان شده بود. ادیب که متوجه دستور نشدنی خود شده بود، دنبال راه چاره‌ای برای درست جلوه دادن آن بود که ناگهان بله، در مکتب باز شد و غلام وارد شد. نامی به دست ادیب داد. در نام ادیب الادبای شهر آن سوی آبها او را به مشاعره دعوت کرده بود. ادیب با تمام وجود از آن خودخواهی و زیاده بینی ادیب آن سوی آبها ناراحت شد. نامه را پاره کرد و عزم سفر نمود تا ادیب به قول خود نادان را بر سر جایش بنشاند. غافل از آن که این سفر درس عبرتی برایش خواهد بود. با خودخواهی وارد عرشه کشتی شد. کمک ناخدا جلو آمد و به او خوش آمد گفت: خیلی خوش آمدین. ولی ادیب به او نیز بی توجهی کرد و خواستار ملاقات ناخدا شد. وقتی ناخدا با چهره خندان نزد ادیب آمد، ادیب از او پرسید: ناخدایی که ادیب الادبا را با خود همراه دارد باید ادبیات و علم نحو را به خوبی بداند. تو از اینها هیچ میدانی؟ سرشکسته پاسخ داد: خیر ادیب. پس نیم عمرت بر فناست. و چنین ادامه داد: حیف که وقت تنگ است، وگرنه با چنین ناخدایی هرگز سفر نمی کردم.
چند روزی گذشت. کشتی با کمک امواج به آرامی بر روی دریا پیش رفت، تا اینکه دریا تصمیم گرفت روی دیگری از خود را نشان دهد. امواج کشتی را چنان به این سو و آن سو پرتاب می کرد که هیچ کس را یارای ایستادن نبود. ادیب ناخدا را مقصر می‌دانست و او را در کمال بی‌ادبی بازخواست می‌کرد. آخه این چه وضعیه؟ تو چه ناخدایی هست؟ ولی از آنجا که هر لحظه امکان غرق شدن کشتی و مسافران وجود داشت، ناخدا بی توجه به حرف‌های ادیب مسافران را به پریدن در آب و نجات جان خود ترغیب می‌کند. تا اینکه نوبت به ادیب است. او از ادیب پرسید: شنا کردن بلدی؟ نه. پس تمام عمرت بر فناست. منظورت چی؟ و به این ترتیب ادیب مغرور در دریای جهل و نادانی خود غرق شد. گفت: کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست.